قرآن به ما میگه که این خطاب پیامبر ما مسلمان ها لطب لبون نه، شما حتما امتحان میشید در اموال و انفاستون، و لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. 100% بدون برو برگرد، این ادوات تأکیدی که تو این آیه آمده، لتسمعون هم لامش و هم نون سمیله، اصلا غیر ممکنه غیر از این باشه، حرفایی که تا عمق وجودتون رو نیش بزنه. اذن کثیرا، آزار زبانی، زخم زبانهای زیادی خواهید شنید. ولی و این پس به رو و تتقو، اگه صبر و تقوا داشته باشید، و نزالکه من عزم الامور، نشون میده که اراده داریم. اولا پیشبینی کرده آماده باشید، آماده باشید برای دشنام ها، بدگویی ها، یعنی در برابر تهاجم فرهنگی زخم و زبان ها خودتون آماده بکنید. تحمل، صبر، شما آزادید، اونا هم آزاد هستن. به پیامبر میگه که لقد نعلم انك يزيغ صدرک، ما میدونیم که تو این حرفا که اینا میزنن کفر و شرک، تو ناراحتی، سینت تنگ میشه، تحمل کن، پس خدا رو تسبیح کن، پس بر علی ما یقولون، هر چی میگه تحمل کن. ما چیکار میکنیم؟ راه پیمایی را میندازیم، کفن میپوشیم، قطع رابطه سیاسی میکنیم، رابطه دو تا کشور رو به هم میزنیم، چی گفتن، چی نوشتن، چی کار کردن، توطئه است، تحریک، همه اینا رو قرآن پیشبینی کرده. سوره نساء آیه 104 خوب گوش بکنید، یه مقداری مقایسه کنیم با عمل کرده ما. این دو بار تو قرآن اومده، قد نزل علیکم فی الکتاب، میگه این بخشنامه، این دستور در کتاب بر شما نازل شد. قد نزل علیکم فی الکتاب که چی؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها. حالا اگر رفتید توی مجلسی، سالونی، سخنرانی، دیدید که آیات خدا رو دارن کفر می‌ورزندش و یستهزئوا بها، استهزاء می‌کنن، مسخره می‌کنن، منتظرید چه دستوری داده بشه. فرض کنید خودتون رفتید یه جایی دارن سخنرانی می‌کنن، مسخره می‌کنن، استهزاء می‌کنن. عمل کرده ما که خب روشنه دیگه، جلسه رو بعد اگه زورمون میرسه به هم باید زد. میگه فلا تقعدوا معهم، نشینید، تو کی نشینه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه، 5 دقیقه برو 10 دقیقه برو قدم بزن بعد بیا بشین. نه میگه جلسه رو برام بزن، نه درگیر شو. این حداقل دفاع از خودش، یعنی آدم وقتی که خب نمیتونه دفاع کنه، یه خودت خیلی عصبانی نشد، پره بیرون قدم بزن، آرامش پیدا کنی، بیا بشین. حتی اجازه نمیده که قهر بکنی تو جلسه که خدا زیر سوال میره، مسخره میکنن. آیات خدا یک فراده ها کفر ورزیده میشه و یستهزئ بها، مورد استهزاء قرار میگیره. دیگه بالاخره یا تو توضیح میدی یا نه، میگه این نفاقه که بشینی بی تفاوت، پره بیرون نشین تا بحث عوض بشه. من یه دفعه تو ایران بودیم، یه بار دانشگاه پلی‌تکنیک، آخون سروش سخنرانی داشت، یعنی می‌خواست قرار بود بکنه که خب طبق معمول نداشتن، یه دار آورده بودن، دار آمدی دار بزنیم ایشون، انصار نمیدونم چیشی، یعنی خلاق نمیدونم، اما چه اسامی هم الحمدلله ماشاءالله خیلی پرتن تراقه که نه کسی حق نداره، مثل اینکه این خانه ایران میشه که کسی حرف دیگه بزنه. ولی قرآن به ما میگه که این دو بار تو قرآن اومده، یکی نساء 140، یکی انعام 68، که به پیامبر میگه که وقتی میبینی اونایی که فرو رفتن در آیات ما به مسخره و اینها، میگه که نشین اونجا، میتونی در واقع بیای بیرون. در واقع محترمانه ترین شیوه اعتراضی که ترک موقت مجلسه، یعنی اون آزاده حرفشو بزنه، زیر سوال ببره، ما هم آزادیم که اعصابمون داغون نشه، 5 دقیقه میری بیرون، حتی قهر هم نگفته با اینا بکنید، برای آزادیه دیگه.
سوره همین سوره انعام که سوره ایدئولوژیک قرآنه، میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اونایی که بت پرستن هم نداری بهشون فحش بدی، سب کردن یعنی فحش دادن. ما به مسلماناش فحش میدیم، مرگ بر این مرگ بر اون، به در دیوار، به هر کشوری، به همه فحش میدیم. میگه اونایی که غیر از خدا رو میپرستن هم نداری بهشون فحش بدی، فیسبوا الله عدلا بغیر علم، اونم تو نادانی عکس العملشون میده به خدا تو فحش میده. کذالک زینا لکل امه عملهم، برای هر مردمی کار خودش زیباست. اگه میدونست که بعد اون اندیشه افکار که دنبال اون نمیرفت، چرا فحش میدی؟ اون اعتقاد بت پرستی داره، برای خودش زیباست، مطلوب پسندیده است، خب اونجوری عمل میکنه. با فحش که نمیشه مسئله رو حل کرد. قبلش دو تا آیه قبلش میگه این بصیرت ها از جانب خدا برای شما اومده، هر کی میخواد چشمشو باز کنه ببینه، هر کی میخواد نکنه. و ما انا علیکم به حفیظ، پیغمبر بگو من که پاسدار و محافظ ایمان شما نیستم. و لو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست که کسی شرک نمیبرزی. خدا که ضعیف نیست، ذلیل نیست که نتونسته باشه برنامهشو جوری عمل بکنه که همه مؤمن بشن. نه اینی که ادش مشرکن کافر از ضد خدا، خدا خدا خواسته اینطوری بشه. اگه میخواست ما اشرکو و ما جلاله که علیهم حفیظن، تو که پاسدار و نگهدار ایمان مردم نیستی و ما انت علیهم به وکیل، به پیغمبر داره میگه ما که کار بندگان دست تو رو دست بردیم، تو نه وکیلی نه حفیظی نه پاسداری نه نگهبانی، من خودم این آزادی ها رو دادم. اصلا بشر در چارچوب این آزادی ها رشد میکنه. میگه اصلا حق دشنام دادن بد گفتن نداری. معروفه تو نهج البلاغه اونا که تربیت با این فرهنگ قرآن شدن، حضرت علی میشنون که سپاهیانشون در برابر سپاهیان معاویه قرار گرفتن، به قول اسمانی ها کش میدن کش میسونن، احضارشون میکنن اینا رو، یعنی انی اکره لکم ان تکونو سبابی، من خیلی بدم میاد که شما فحش بدید، خیلی کراهت دارم. ولی به جای این فحش دادن ها اینا بعد میگفتن، اونا میگفتن آیا بهتر نبود اول کرده اینا رو تجزیه تحلیل میکردید سوابق گذشته رو؟ ولی جالبه که به سربازای خودشون در برابر سربازای معاویه میگن خوبه چجور، بعد میگید بیاین بهتون بگم حالا چی بگید بهشون، میگن اینو بگید اللهم حق دماء انا و دماء هم، خدای خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کنید. این داور دوتره خدا اینا رو هدایت بکنید که حقیقت رو بدونن، خدای بین ما سوال جاری بکن. میگه چون این حرفا رو نمیزنید. حالا ما که تو کتاب های فقهیمون هم هست که هر کسی مردم رو داره گمراه میکنه، گمراهی هم از اون دیدگاه های محدود و بسته خود ماست، واقعتون هم اصلا بختان بهشون بزنیم، هر آقون داریم از این چیزها توی اسلام تاریخمون علیه بعضی از این متفکرین دنیا، انقدر از این حدیث و روایات دارن براتون علم میکنه که این دستوره، ربط هم میدن به امام صادق پیامبر و دیگران. قرآن داره این چنین میگه و بعد به نام اونها که روح اونها بیزار و متنفر از چنین چیزایی که نقل میکنه توجیه کننده برحال این دستوره.